این خوراکش. اینو واقعا این خوراک یعنی. ببینید ما دامدار به چه سختی باید این خوراک بگیریم واقعا. 7500 تومان کیلو الان 4500 تومان قیمت همین 4 تا فرسه. بعد اینو میدیم به گاو توقع داریم که شیرم بده. خب معلومه شیر نمیده. شیری که بدم کیفیت نداره واقعا باید. همین که مریض میشن. بعد کلی بعد هزینه دارو بدیم. دارو هم همه گران قیمت. داروهای خارجی بعد بهشون بدیم. اصلا دامدار همینه که من 12 تا گاو شدن دو تا. الان دو تا دیگه هم مولدم مجبورم اونارو حسش کنم. من وامی گرفتم بعد دوباره همون دادم به قسطاش خالی گاوا. با وامی که گاو خریدم مجدد دارم همونو میدم به قسطاش. لازمیه پیشرفت هر کشور تولید هست. اما متاسفانه اونقدر با مشکلات روبرو شدیم که از نیمه راه خیلی واقعا درمانده و شرمنده شدیم از همه چیز. میبینیم اومدیم جایی که باید امکانات باشه که نزدیک شهر 2 کیلومتری شهر هست. میبینیم مشکل برق هست، مشکل گاز هست. در 45 کیلومتری تو کوهای باقران بیرجند گاز برای یک خانواده یک ویلایی کشیدن، ولی در 2 کیلومتری شهر، 2 کیلومتری نزدیک خط گاز هست هنوز مشکل گاز داریم. ما که اینجا به کپسول بکشن فلان امکانات برای کارگر نیست، برای کسانی که اینجا میشینن نیست. 40-50 خانواده اینجا زندگی میکنن که واقعا اینجا مشکلات هست. مسئله اسفالت هم نیست اینجا. 2 کیلومتری شهر اسفالت نشده، ولی میبینید تو کوها اسفالت شده که به تفریح اینا برن. آیا هر کشوری که میخواد پیشرفت بکنه نباید به تولید اول امکانات بدن؟ و هر کشوری که میگه تولید کنه رو چشمشون هست، ولی در کشور ما تولید کنه جایگاهش کجا هست؟ این دامپ نکنی که اینا راحت تهی شده، اینا با مشکلات تهی شده. اما ببینید امروز دامدار پشیمانه، مشکل آذوقه داره، مشکلات زندگی داره، مشکلات همین امکاناتی که وجود نداره هست، ولی در کشور دیگه همه امکانات بهش میده تو بیا تولید بکن. دلالی خیلی رونق داری در کشور و سودن داره، ولی کسی که تو تولید میره بیچاره بدبخته و کسی هم نیست که دستشو بگیره. چرا در شعار همه زیبا صحبت میکنن ولی در عمل نیست؟ و ما اومدیم واقعا این کار رو شروع کردیم، در نیمه راه پشیمان شدیم. درسته که دولت جهاد به تمام معنا کمک میکنه، ولی واقعا میبینی اینجا چیکار بکنی با این مشکلات؟ ببخشید وام دادن الان، ببخشید دامدار همو آذوقه دام نمیتونه تهیه بکنه، حالا باید مثلا وامش هم پرداخت بکنه. یکی از معضلات بزرگ دامداران متاسفانه گرون بودن آذوقه هستش که باعث میشه که همیشه تنوع بدن در آذوقه‌ای که روزانه میدن، و این خودتون این تغییر در آذوقه باعث میشه که حساس بشه بدن دام‌ها به بیماری‌های زیادی، مخصوصا پریتونیت، مخصوصا سقط و کمبود و کاهش شیر، و این خودش باعث میشه که باز روند سوددهی دامداران کم بشه. متاسفانه قیمت داروهای دامی بسیار بالا رفته، باعث میشه که متاسفانه دامدارهای ما به جای درمان دام به فکر فرستادن دام، مخصوصا دامهای آبستن، به کشتارگاه اقدام کنن، که این خودش یک مدل ضرره. چون پارسال شاید روزی حداقل 3-4 کیس مریض میدیدم، الان متاسفانه شاید بگم هفته 2-3 تا کیس مریض دارم میبینم. چرا؟ چون که هزینه حاضر نیستن، اونقدر این هزینه های نگهداری دام بالا رفته که تا دامی مریض میشه اصلا حاضر به درمان نیستن، میفرستنش به کشتارگاه. دلیل این که من وارد این کار شدم، خب در زی طلبگی هستیم، درس و بحث هم با رفقات داریم، اما در این حال برای این که بچه های خودم هم فردا که به اصطلاح خب تعدادی هستن که کارمندن، بازنشست شدن، تعدادی هم که الان در کنار ما هستن، بالاخره بتونن بهره‌مند بشن، از تجربیات ما استفاده کنن، همینه که بالاخره وارد این کار شدیم. علاقه خاصی هم داشتیم، ما مدت ها پیش پدر ما هم به اصطلاح فعالیت های دامداری داشت و از اونجا علاقه خاصی به وجود آمد، و الان به حمدالله هر کدام از اینها مثلا ما داریم، بالاخره دام هایی که خریدیم نزدیک 40-50 کیلو شیر در مجموع میکنن در روز به اصطلاح. خب ما این شیر رو میبریم تحویل میدیم، البته گفتم مشکلات زیادی هم هست، سخت هم هست، اما در این حال میبینید هر سال یک گوساله مثلا تولید میکنن. باز روش تقریبا سیبل کار تقریبا همین دامداری ما روبراه شده، اون تا متاسفانه چالش هایی هم در کنار
کارش هست که اگر زودتر رفع بشه، زودتر به اصطلاح به این مشکلات رسیدگی بشه، مثل قضیه برق مثلا، خب یه مسئله مهمیه، مسائل خدمتتون از کردن جانبی که خب براتون گفتن مسائل رو من دیگه اشاره نمیکنم، همه مسئولین دست به دست هم بدن، ان شاءالله بتونن سریعتر این مجموعه ها رو به اصطلاح راه اندازی کنن که همه هم خوشحال بشن و رونق خوبی بگیرن. خب همون که خودت شاهدی از دو ماه پیش حدود 25% شیر گرون شده، گفتم همون که قیمت مقداری تغییر کرده، یک مقدار 15% افت فروش داشتیم. مسئولان زیر تقاضا دارم که توی مجموعهشون 30 نفر به صورت مستقیم دارن در دو شیفت کار میکنن، یه مقداری از نظر وامای کم بهره این مجموعه عنایت ویژه‌ای داشته باشن که ما بتونیم فاز دوم این مجموعه رو اجرا بکنیم، که خب به تبع فاز دوم محصولات تنوعی بیشتری و خب نیروی بیشتری هم میاد سر کار. سالات گذشته ما قیمت کنسانتره با قیمت سایر محصولات تفاوت آنچنانی داشت، یعنی کنسانتره قیمتش بیشتر بود، سایر نماده ها تفاوت داشت کمتر بود، ولی کم کم به شکلی اتفاق افتاده که تأمین کاه و یونجه و سایر اقلام خب قیمتش با کنسانتره تقریبا به یه نسبت شده و تفاوتش کمتر شده. وقتی تفاوت کمتر شده، مردم استقبال بیشتری نشون میدن که کنسانتره رو مصرف کنن. سنوات گذشته ما مصرف کنسانتره رو کمتر داشتیم، الان به دلیل تفاوت کم قیمتی تمایل بیشتری اتفاق افتاد، تمایل بیشتری پیدا کردن به بحث مصرف کنسانتره و به همین دلیل میزان مصرف کنسانتره نسبت به سنوات گذشته بیشتر شده، که این خب خودش از طریق تولیدی در کارخونه ها اتفاق میفته دقیقا مشهود. من بعد از اینکه دانشگاه فارغ التحصیل شدم یه وام اشتغال گرفتم و خدا رو شکر به لطف مسئولین تونستم یک دونه با یه دونه گاو شیری شروع کنم. 20 تومن وام گرفتم، بهم لغشم کمه اما خب خدا رو شکر کارم شروع شد دیگه. بعد چند سالی به 12 تایی رسیدم، متاسفانه چند سالی که 2 سالی بعدش شرایط دام و آذوقه و شیر خیلی بد شد که باز شد همشون رو مجدد بفروشیم و الان یکی دو دونه بیشتر مجدد ندارم. آذوقه به این گران قیمت کیلویی 7-8 تومن نمیدونم چقدر می‌خریم، بعد همشون کپک‌زده. 7-500 ما آذوقه می‌خریم، اینم کیفیتش همش کپک‌زده یا خاک یا گرد و خاک. واقعا یعنی خوراک به دام بدیم چه شیری می‌خواد بده؟ یا خود اون گاو مریض میشه، فردا این گاو اصلا آبستن نمیشه، هزار جور مشکل دیگه، عفونت دارم عفونت نمیدونم، هزار جور مریضی میگیره فقط به خاطر این خاک، فقط به خاطر این. خب ما اینو 7 تومن بخریم شیر، حتی 8 تومن هم بدیم بازم جواب نمیده. نه